سرخط خبرها. جبهه مقاومت از گسترش فعالیت‌هایش در ولایت بدخشان خبر داد. کشف یک قبر دست جمعی در ولایت قندهار. طالبان می‌گویند این قبر مربوط به زمان جنرال رازق است. وزیر خارجه طالبان می‌گوید امنیت ما به حد قوی است که دشمن فقط در سرک و یا هم مسجد به ما حمله می‌کند. باجگیری کوچی‌ها و طالبان از باشندگان ولایت دایکندی. نخست وزیر پاکستان می‌گوید تعامل با دولت موقت افغانستان نتیجه مثبت را در قبال دارد. یک مرد با اتهام تجاوز جنسی بر دو دختر خردسال در ولایت هرات بازداشت شد. عربستان خواستار همکاری جهان با افغانستان در مبارزه با تروریسم شده است. و حنیف اطمر میگوید شهباز شریف نسبتاً مطمئن است که بار دیگر حمله مشابه به حمله 11 سپتامبر رخ خواهد داد. با خبرهای تازه این ساعت خوش آمدید. مشروع خبرها. جبهه مقاومت از گسترش فعالیت‌هایش در ولایت بدخشان خبر داد. علی میثم نظری سخنگوی جبهه مقاومت در رشته تویت گفته است که در یک هفته پسین فعالیت‌های خود را در ولایت بدخشان افزایش دادند. این در حال است که رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان جدایی یک فرماندهی‌شان را با تعدادی از افرادش از صف طالبان تأیید می‌کند. این در حال است که حکومت سرپرست طالبان فعالیت‌های جبهه مقاومت را حضوری نه بلکه آنلاین عنوان می‌کند. کشف یک قبر دست جمعی در ولایت قندهار. طالبان می‌گویند این قبر مربوط به زمان جنرال رازق است. یک قبر دست جمعی در ولایت قندهار یافت شده و مسئولان حکومت طالبان ادعا می‌کنند که این قبر از زمان ظلم‌های جنرال رازق به جا مانده است. این قبر که در منطقه اسفین بولدک قندهار یافت شده توجه بسیاری از نهادهای حامی حقوق بشر را به خود جلب کرده است. آنها خواهان تحقیقات کامل در این زمینه هستند. ریچارد بیند روز گذشته گفته است که بقایای این اجساد نباید برای معاینات طب عدلی بیشتر از این آسیب ببیند. همچنان معاون بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر نیز در گفتگو با رسانه‌ها گفته است که طالبان باید در ارتباط با بررسی و دستیافتن به پاسخ لازم با سازمان ملل و سایر نهادهای حقوقی همکاری کند. همزمان با این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز کشف قبر دست جمعی در این ولایت را تایید کرده و در پاسخ به رسانه‌ها ادعا کرده است که از زمان ظلم جنرال رازق به جا مانده است. جنرال رازق از فرماندهان صاحب نام نظام جمهوریت بود که در 18 اکتبر سال 2018 طی حمله مسلحانه کشته شد و برای 7 سال قمندان سرحدی و قمندان امنیتی ولایت قندهار بود. وزیر خارجه طالبان میگوید امنیت ما به حد قوی است که دشمن فقط در سرگ و یا هم مسجد به ما حمله میکند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در واکنش به اظهارات نخست وزیر پاکستان گفته است که امنیت ما به حد قوی است که دشمن فقط میتواند در سرک و یا هم مسجد به ما حمله کند. با گفته او این نشانه امنیت خوب است. شهباز شریف پیشتر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته بود که افغانستان به لانه امن تروریست ها تبدیل شده و متقی امروز سوم میزان در نشستی گفته است که گروه های مغرض و سازمان های استخباراتی جهان مشغول معرفی افغانستان به عنوان مرکز تروریسم به جهان هستند. با گفته شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گروه های داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستانی، ترکستان شرقی و حرکت های اسلامی ازبکستان از جمله گروه های تروریستی خطرناک و مسلح هستند که اکنون در افغانستان لانه دارند و امنیت پاکستان و کشورهای منطقه را تهدید می کند. باجگیری کوچی ها و طالبان از باشندگان ولایت دایکندی. باشندگان ولسوالی خدیر دایکندی میگویند که پس از حاکمیت طالبان روز خوش را تجربه نکردند و همه روزه به بهانه‌های مختلف مورد اخاذی، توهین و تحقیر، بازداشت و شکنجگی طالبان و کوشی‌ها قرار می‌گیرند. در جریان یک سال گذشته ده‌ها مورد قضایای نقض حقوق بشر در این ولسوالی اتفاق افتاده است.
یکی از مهمترین موارد تیرباران شدن 14 نیروی امنیتی می باشد که در اوایل حاکمیت طالبان اتفاق افتاد. بعد از آن ده ها خانواده در روستای قمقل انولسپالی تهدید به کوچ اجباری شدند و بیش از 10 تن از بزرگان قمقل به دلیل مخالفت با کوچی ها بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفتند. همچنان ده ها خانواده نیروهای پیشین امنیتی آواره دیار مهاجرت شدند. نخست وزیر پاکستان میگوید تعامل با دولت موقت افغانستان نتیجه مثبت را در قبال دارد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان میگوید که منزوی کردن حکومت سرپرست طالبان در افغانستان سبب افزون شدن درد و رنج برای افغانان می شود، چون افغانستان در حال حاضر در فقر بسر می برد. آقای شریف در 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد این موضوع را بیان کرده و افزوده است که تعامل سازنده با حکومت سرپرست طالبان و حمایت اقتصادی افغانستان می تواند نتیجه مطلوب را در قبال داشته باشد. یک مرد به اتهام تجاوز جنسی بر دو دختر خردسال در ولایت هرات بازداشت شد. دفتر رسانه‌های فرماندهی امنیه هرات با پخش یک خبرنامه گفته است که پرسنل حوزه دهم امنیتی شهر هرات بر اساس شکایت متضرر یک تن را به اتهام تجاوز جنسی بر دو دختر خردسال از ناحیه 14 شهر هرات بازداشت کرده است. طبق خبرنامه فرد بازداشت شده به جرم خود اعتراف کرده و اکنون زیر بازجویی طالبان قرار دارد. عربستان خواستار همکاری جهان با افغانستان در مبارزه با تروریسم شد. فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهان همکاری مشترک همه کشورها برای جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به مرکز رشد تروریسم شده است. وزیر خارجه عربستان گفته است که افغانستان نباید مرکزی برای فعالیت‌های تروریستی برای رشد تروریست‌ها شود، با این کشور باید همکاری شود تا به صلح و ثبات پایدار برسد و اقتصاد مرفع و شکوفا داشته باشد. در همین حال وانگ یی وزیر خارجه چین نیز گفته است که افغانستان در حال گذار از هرج و مرج به نظم، اصول و قانونمندی است و افزوده است که ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر و سیاست‌های معتدل می‌تواند افغانستان را در یک مسیر درست سوق دهد. و حنیف اطمر میگوید شهباز شریف نسبتاً مطمئن است که بار دیگر حمله مشابه به 11 سپتامبر رخ خواهد داد. حنیف اطمر وزیر خارجه دولت پیشین افغانستان میگوید که شهباز شریف مطمئن است که حادثه مانند 11 سپتامبر اتفاق خواهد افتاد و او خشم جهان را به سوی افغانستان هدایت میکند. آقای اطمر تاکید کرد که با این حال نخست وزیر پاکستان حاضر نیست هیچ مسئولیتی را در قبال وضعیت موجود به عهده بگیرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سخنرانی خود گفته بود که پاکستان نیز مانند کشورهای دیگر جهان نگران فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان است. حنیف اطمر با انتشار توییت به این اظهارات واکنش نشان داده و گفته است که نخست وزیر پاکستان بر مقابله با گروه‌های تروریستی فاقد استراتژی است. آقای اطمر تاکید کرده است که افغانستان و جامعه جهانی باید بدانند که پایداری مبارزه با تروریسم و صلح و ثبات پایدار وابسته به یک حکومت منتخب، فراگیر و مشروع در افغانستان است.